바론 압수. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه های گل تاملن پایه هشتم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اعظم مرادی هستم، مدرس درس زیستشناسی شما که امسال یه دوره رو با هم دیگه داریم. من واقعا آرزو میکنم که در پایان این دوره حال همتون حسابی خوب باشه و حسابی از این دوره که با هم خواهیم داشت لذت ببرید، راضی باشید، که در صورت رضایت شما حال ما هم خوب خواهد بود. بچه گل، امروز چون در واقع اولین جلسه هستش که ما با هم داریم و خودتونم حتما یه سری سوالات توی ذهنتون هست، یه خورده صحبت‌های کلی کوتاه همین اول بکنیم بعد بریم سراغ درس، موافقید؟ ببینیم بچه گل، ما خب کتابی تحت عنوان زیست شناسی نداریم. یه کتاب داریم به اسم علوم که در واقع یه فصل‌های از اون پرداخته به مبحث‌های زیست شناسی. پس ما در واقع یه بخشی از کتاب علوم رو انشالله امسال با هم دیگه خواهیم داشت. ببینید، تدریس من بر اساس پاورپوینتی هستش که درست کردم و از روی اون خب درس میدم. پایان هر مبحثی که آره یه مبحث تموم میشه تست میزنیم که اون مبحثه برای ما جا بیفته. علاوه بر اون یه سری حال تکلیفایی تک و توکی بهتون میدم که در واقع این تکلیف ها رو توی خونه انجام میدید، دیگه میدونه دیگه قضیه رو که حالا ستاره میگیرید و اون ستاره ممکنه خیلی بر شما درخشان باشه و به دردتون بخوره و یه سری بازخوردایی هم با سر کلاس با من داشته باشید، چون اصلا من عادت دارم که حالا دانش آموزام حتما با من در تعامل باشن، یه چیزی رو ممکنه بپرسم سر کلاس و من دوست دارم واقعا نظر شما رو بدونم، نه اینکه چک کنم که حالا شما حتما پای سیستمتون باشید، نه، دوست دارم نظرتون رو بدونم که در مورد اون قضیه چی فکر میکنید و حالا در مورد اون چیزی که سوال میکنم چه پیشنهادی دارید. پس بنابراین تو اینجور وقتا بچه ها لطفا حتما مشارکت رو داشته باشید که این واقعا کمک میکنه به اینکه شما درس رو بفهمید و با همدیگه یه نتیجه خوب بگیریم. این از این. و اینکه یه قضیه دیگه، اینکه یه نکته که خیلی خیلی مهم هست اینه که من تو این پاورایی که درست کردم سعی کردم برای اینکه حالا شما یه سطح بالایی از آموزش رو دریافت کنید، نه اینکه سطح کلاس بالاتر از نیاز شما باشه، اشتباه نکنید. منظورم این هستش که سعی کنید در واقع اون نیازی هم که میخواید دریافت کنید تو کیفیت بالا باشه. حالا از یه سری عکسای با کیفیت تر استفاده کردم نسبت به کتاب درسی. یه وقت عکس‌ها رو دیدید هول نکنید و همینجا به من و خودتون قول بدید که در واقع این عکس‌ها، این پاوری که حالا سعی کردم که توی کیفیت بالایی درستش کنم، در واقع شما رو دوچاری سردرگمی نکنه که سطح کلاس خیلی بالاتر از سطح منه و من در واقع گیج شدم، به درد من نمیخوره. نه، این عکس ها، پاور و یا فیلم هایی که حالا میذاریم و روش صحبت میکنیم در واقع یک مجموعه هستش طراحی شده که شما همون در واقع نیازی که دارین رو با یک کیفیت خیلی خوب انشاءالله دریافت کنید. این از این قضیه. پس همینجا به خودتو به من قول بده. و اینکه خوب گفتم، پس پاور میذاریم، یه سری عکس ها هست، یه سری از انیمیشن ها و فیلم هایی میذاریم روش صحبت میکنیم و یه سری تکالیفی که تو باید لطف کنی و اونا رو انجام بدی و حالا سر کلاس بیاری، توی تست ها و سوال جواب های سر کلاس هم مشارکت کنی. امیدوارم با این در واقع صحبت کوتاهی که کردیم انشاءالله یه دوره خیلی خیلی عالی رو با هم شروع کنیم و آخر سال حسابی راضی باشیم. خب بریم بچه ها ببینیم چه خبره توی زیست هشتم ما. خب بچه های گل، شکل رو ببینید. در واقع این فهرست مطالب کتاب علوم تجربی شماست. ببینید از فصل 1 تا فصل 15. همینطور که گفتم بچه گل من توجه بکنن که ما کتابی با عنوان زیستشناسی نداریم انشالله توی دبیرستان و این درس زیستشناسی یه بخشی از کتاب علوم تجربی شما رو تشکیل میده. ببینید بگردیم دنبالش. از فصل 4 با عنوان تنظیم عصبی تا فصل 8 با عنوان تولد مثل در جانداران، اینجا بزرگترش کردم دارید میبینید،
فصل 4 تنظیم عصبی. شکل این بچه رو ببینید که در واقع دستگاه عصبی اون رو داره به شما نشون میده. از اسمش هم پیداست تو این فصل راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به دستگاه عصبی، اجزای اون، اهمیت اون و کارهایی که برای ما انجام میده. و خودتون حتما میدونید که دستگاه عصبی چه اهمیت بسیار ویژه‌ای داره. فصل 5 با عنوان حس و حرکت. این فصل دو قسمت داره بچه‌ها، حس و حرکت. یعنی که ما چجوری حس میکنیم گرما رو، سرما رو، در واقع پیام‌های اطرافمون رو چجوری حس میکنیم، اون اندام‌های حسی چیا هستن که به ما کمک میکنن، و حرکت. پا رو ببینید، ماهیچه ها، استخوان، حالا این قسمتی که به هم وصل کرده، ما چجوری حرکت میکنیم، اندام های حرکتی ما چیا هستن، که حالا اومده راجع به استخوان و قزروف و ماهیچه و اینا تو این فصل صحبت کرده. میبینیم بچه چقدر فصل جذابی داریم، یعنی خیلی بیشتر با بدن خودمون آشنا میشیم. در فصل 6 تنظیم هورمونی، اختلاف قد اینا رو ببینید دیگه، یکی متوسط، بلند و کوتاه قد، که شما در واقع این عکس میخواد به ما نشون میده که هورمون ها تو بدن ما خیلی کارا رو میکنن، حالا از تنظیم قد گرفته تا تنظیم خیلی چیزای دیگه که این هورمون ها انجام میدن، انواع هورمون ها از کجاها ترشح میشن و در واقع چه کاری رو تو بدن ما پیاده میکنن. در فصل 7 الفبای زیست فناوری، یه فصل خیلی خیلی جذاب. حالا این یه چیز شماتیک رو اینجا دارید میبینید که حالا مثلا به این گوجه رنگ تزریق کردن و این گوجه سبز شده قرمز، مثلا ها، یه چیز در واقع تبلیغاتیه که در واقع زیست فناوری چیه یا بیوتکنولوژی چی هست، چه نقشی تو زندگی ما داره، که میاد در مورد ژن و کروموزوم و دی ان ای و اینا که خیلی بحث‌های جذابی هست و توی فصل 7 مطرح میشه صحبت کرده، و مهندسی ژنتیک که این ژنا چی هستن و ما چجوری میتونیم اونا رو مهندسی کنیم، چجوری اونا رو میتونیم دستکاریشون کنیم. خلاصه خیلی بحث جذابیه. تو فصل 8 هم که آخرین فصل زیست شناسی 8 هست، اومده در مورد تولید مثل در جانداران صحبت کرده. این جوجه‌ای که در واقع شما اینجا دارید می‌بینید و سر از تخم در آورده، حالا خودش پاش هم تکیه داده به یه تخم دیگه. خب بنابراین تولید مثل در جانداران، انواع تولید مثل چیا هست، تولید مثل در انسان، در بعضی از گیاهان رو بررسی کرده. خب پس فصل 4 تا فصل 8 کتاب علوم تجربی انشاءالله ما در خدمتون خواهیم بود. خب فصل 4، فصل 4 با عنوان تنظیم عصبی. بچه های گل این گیف رو ببینید، قشنگه نه؟ یه مبارزه خیلی خوب. چرا دارید از این مبارزه لذت میبرید؟ چرا خوشتون میاد نگاه کنید؟ به خاطر اینکه دارن قشنگ مبارزه میکنن دیگه، درسته؟ اونی که حمله میکنه، اون گارد میگیره، دفاع میکنه، در واقع جا خالی میده، حرکت های دست و پا. شما قشنگ تو این گیفه میبینید یه هماهنگی خیلی قشنگ و تمیز وجود داره. اون که حمله میکنه اون جا خالی میده و دوباره اون شروع میکنه به حمله کردن. میخوام چی بگم بچه ها؟ میخوام بگم که در واقع تمام این حرکاتی که اینجا اتفاق میفته، حالا چه حمله کنه چه دفاع کنه، همه اینا بچه ها نیازمند یه هماهنگی های خیلی دقیقی هست بین تمام قسمت های بدن. حالا داره میبینه که اون داره به سمتش حمله میکنه، این در واقع دستگاه عصبیش بهش دستور میده که جا خالی بده که این مشته به صورتش نخوره. بنابراین میخوام بگم که اون چیزی که حالا خالی از لطف نیست که حالا ما داریم میبینیم که حالا چه مسابقه قشنگ و جذابی داره اتفاق میفته، ولی اون اتفاق علمی که حالا ما میخوایم اینجا بررسی کنیم، اون هماهنگی و اون در واقع تنظیم بسیار پیچیده‌ای هستش که داره تو بدن این دوتا اتفاق میفته. ما میخوایم تو این فصل راجع به بخشی از این تنظیم و بخشی از این هماهنگی ها صحبت کنیم. خب ببینین این تنظیم و هماهنگی که ما گفتیم، اول من اینجا بهتون بگم بچه گل، ما ابتدای هر فصلی همچین نموداری داریم، ابتدای هر فصلی همچین نموداری داریم، اصلا هم
تعجب نکنین، اصلا نترسین که وای این چیه، در واقع چه خبره و اینا. تو این نمودار من الان اصلا توقع ندارم که شما اینا رو بلد باشین. در واقع میخوام بگم با این نموداره تو این فصل چه خبره. درست شد؟ پس الان توقع ندارم اینا رو بلد باشین. اینا چیزی که ما تو این فصل میخونیم. این تنظیم و هماهنگی که بین اون بوکسرها بود راجع بهش صحبت کردیم، چه جوری تو بدن انجام میشه؟ در واقع دست دو تا تنظیم رو تو بدن میبوسه. یکی تنظیم هورمونی که گفتیم تو کدوم فصل راجع بهش صحبت میکنیم؟ تو فصل 6، آفرین. و یکی تنظیم عصبی که توی همین فصل 4 بحثش رو آغاز میکنیم. پس تنظیم هورمونی رو میذاریم کنار، میریم سراغ تنظیم عصبی. تنظیم عصبی ببینید دیگه تو چند قسمت بررسی میشه. یک، اهمیت و وظایفی که داره، در واقع چه اهمیتی داره این تنظیم و چه کارهای در واقع کلیات کارهایی که داره انجام میده، و یاخته های دستگاه عصبی یا سلول هایی که توی دستگاه عصبی وجود دارن که دو نوع سلول مهم هستن، یاخته عصبی یا نورون ها که بهش میپردازیم، و یاخته پشتیبان که در واقع اینا رو حمایت و پشتیبانی میکنه. میریم سراغ خود یاخته های عصبی، اونها رو از لحاظ ساختمان، انواع و کارشون بررسی میکنیم. ساختمونش 3 قسمت داره: جسم یاخته ای، دارینه و عاصب که بهش میرسیم، و انواعش هم حسی، حرکتی و رابط. در قسمت آخر هم میپردازیم که خود دستگاه عصبی از لحاظ ساختمانی و از لحاظ بخش‌های مختلف چه قسمت‌هایی رو تشکیل داده. بخش مرکزی، به سرتون دست بزنید بچه‌ها، این قسمت سفت و سخت جمجمه هست که داخلش یه بخش بسیار مهم به نام مغزه که از در واقع از قسمت‌های دستگاه مرکزیه. ببینید خداوند اونو گذاشته توی جمجمه که حسابی ازش محافظت بشه. و نخاع که اگر دست بزنید پشت گردنتون یه در واقع مهره هایی رو احساس میکنید که قلم به قلم به هستن، داخل اون نخاع قرار گرفته. بازم میبینید که نخاع درون ستون مهره داره حفاظت میشه. پس میبینیم دستگاه عصبی مرکزی که خیلی هم مهمه چجوری داره ازش محافظت میشه. بچه گل ببینید دیگه، خود مغز 3 قسمت: مخ، مخچه و ساقه مغز. و ساقه مغز هم شامل 3 قسمت: مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع. در واقع اینا رو بررسی میکنیم. دستگاه عصبی محیطی هم که شامل اعصاب حسی و حرکتی هست. اینا هستش بچه ها مباحثی که ما انشاءالله در فصل 4 بهش میپردازیم. فصل 4 هم بچه ها یکی از مهمترین فصلای کتابتون هست. خب ببینیم بچه گل، تو این اسلاید شما در واقع دو تا آدمک شاد و خندان رو میبینید که تحت تأثیر یه سری از عوامل محیطی قرار گرفتن. خودتو ببینید دیگه، ببینید این آدمک سمت راستیه گرما، نور، صدا، بو، ترس یا یه سری از محرک های دیگه که این رو تحت تأثیر قرار داده. بچه به من بگی این محرک ها بیرونی یا درونی؟ یعنی از بیرون به بدن ما میرسه یا از درون بدن ما اتفاق، توی درون بدن ما اتفاق میفته؟ این گرمایی که از بیرون میرسه، نور، صدا، بو، ترس، اینا در واقع محرک‌ها و عواملی هستش که از بیرون بدن ما رو تحریک میکنه. به اینا میگن محرک بیرونی. درست شد؟ خب آیا ما فقط تحت تأثیر محرک‌های بیرونی قرار میگیریم؟ ممکنه همین الان که تو اونجا نشستی و داری به درس گوش میدی گرسنت باشه، تشنت باشه، یه چیزایی قلقلکت بدن که تمرکزتو بیارن پایین که به اونا خیلی گوش نده. انشالله بعد کلاس میری حسابی به خودت میرسی. ببینید بچه ها، پس تشنگی، گرسنگی، تغییر فشار خون چیزایی هستش که در درون بدن اتفاق میفته. موافقید؟ درسته؟ بنابراین محرک ها ممکنه از درون بدن رو تحریک کنن یا از بیرون بدن. درست شد؟ بریم بنویسیم. پس محرک بیرونی باشن، مثل گرما، نور، صدا، ترس، بو. درسته؟ مثلا
یه جای وارد میشین خیلی گرمه، یا یه جای وارد میشین که خیلی سرده. اون محیط اطراف گرمه دیگه، اون محیط اطراف سرده. پس محرک بیرونی و اینا محرک درونی، مثل گرسنگی، تشنگی، تغییر فشار خون، محرک هایی که از درون بدن رو تحریک میکنن. خب پس ببینید بچه گل، محرک ها چه درونی چه بیرونی روی بدن ما اثر میذاره. شما به من بگو وقتی که توی محیطی قرار میگیری که خیلی گرمه، یا توی محیطی قرار میگیری که بویی آزارت میده، یا اینکه دچار تشنگی میشی، گرسنگی میشی، چه کاری انجام میدی؟ آیا اصلا کاری انجام میدی؟ اصلا اعتنا نمی کنی به این محرک ها؟ در شرایطی که خب انسان توی شرایط ایدئال باشه و در شرایطی که انسان سالم باشه، نسبت به این محرک ها چه اتفاقی بیفته؟ باید بیفته؟ پاسخ دادن. ما باید نسبت به این محرک هایی که ممکنه بیرونی باشه یا در درون بدن من تو اتفاق میفته، ما باید بهش پاسخ بدیم. تمام مسئله بچه ها، تمام مسئله این فصل 4 سر همین قضیه است که دستگاه عصبی ما، که خیلی هم دستگاه مهمیه و ما ازش خیلی ممنونیم و خیلی هم دوستش داریم، در واقع در پاسخ دادن به این محرک ها کمک میکنن که چه عرض کنم، همه کاره در واقع این عملیات هستن. دقت کردین؟ پس اینم از محرک‌های بیرونی و درونی، و ما گفتیم در پاسخ به این محرک‌ها باید پاسخ بدیم و کسی که این پاسخ رو میده دستگاه عصبی ما هست. بریم بچه‌ها. خب حالا بریم یه کلیات رو راجع به دستگاه عصبی بدونیم، دیگه قضیه داره جدی میشه، داره تدریس ما رسما شروع میشه. خب دستگاه عصبی انسان به دو بخش تقسیم میشه. شما ترجیح من این هستش که این شکل رو قشنگ ببینید، به ذهنتون بسپرید. من همیشه به بچه‌هام میگم از حافظه تصویریتون خیلی استفاده کنید. توی زیستشناسی حافظه تصویری خیلی میتونه کمکتون کنه ها. برای همینه که من سعی کردم یه شکلای بذارم که این شکلا قشنگ تو ذهن شما تا ابد بمونه و هیچ وقت فراموش نشه. این شکل رو ببینید بچه گل، یه انسانی که دستگاه عصبی در واقع توی اون رسم شده. شما یه قسمت کرم رنگ میبینید که تا کمر کشیده شده، دارید میبینید دیگه، از سر شروع میشه و تا کمر کشیده میشه، و یه سری رشته های آبی رنگ که در سر تا سر بدن پخش شده. خوب نگاه کردید بچه ها؟ خوب به ذهنتون سپردید؟ این بالا بچه ها نقشه راهنمای شکل رو گذاشتم دیگه، گفته این بخش کرمیه، بخش مرکزیه، و این بخش آبیه، بخش محیطیه. قشنگ هم به اسمش میخوره. ببینید یه قسمت مرکزی که محوری قرار گرفته تو وسطه، و یه سری رشته های آبی رنگی که از این دوتا قسمت خارج شده. پس به من بگو دستگاه عصبی من و دستگاه عصبی تو از چند تا قسمت اصلی تشکیل شده؟ آفرین، آفرین به بچه هایی که میگن بخش مرکزی 1 و بخش محیطی 2. درست شد؟ خب بخش مرکزی بچه ها کدوم قسمت هاست؟ دیگه باش دیگه آشنا شدید و دیگه باید الان بدونید. گفتیم یه قسمت درون جمجمه قرار گرفته، مغز، و یه قسمت درون ستون فقرات، که هم الان یه خورده خودتون رو خم کنید و پشتتون رو لمس کنید، اون دونه دونه مهره هایی که دقیقا وسط پشت شما قرار گرفته رو لمس میکنید، اونا ستون مهره است، استخونیه، و خداوند در واقع خداوندی که فکر همه جا رو کرده، اومده نخاع رو در درون این مهره های استخونی قرار داده که محافظت بشه و در واقع حتی الامکان آسیبی بهش نرسه. پس بخش مرکزی شامل مغز و نخاع هست، درسته؟ و دیگر هیچ، ما چیز دیگه ای تو بخش مرکزی نداریم. مغز و نخاع کارش چیه؟ ببینید بچه، من خیلی کلی اینجا نوشتم، بعدم بازش میکنیم. مسئول کنترل فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن، فعالیت های ارادی و غیر ارادی. اگر میدونید ارادی و غیر ارادی چیه که آفرین بر تو، اگرم نمیدونید اصلا نگران نباشید، الان راجع بهش صحبت میکنیم. خب این از بخش مرکزی. پس مغز
نخاع بخش مرکزی و مسئول کنترل فعالیت‌های ارادی و غیر ارادی بدن هست. بخش محیطی این رشته آبیا که دیدین در سر تا سر بدن تا نوک انگشتای دست من و تو تا نوک انگشتای پای من و تو پخش شده، در واقع یه سری اعصاب گسترش یافته در تمام نقاط بدن هست. پس این مغز و نخاعه، ولی این اعصاب گسترش یافته در تمام نقاط بدن هست. این کارش چی بود؟ بخش مرکزی، کنترل فعالیت ارادی غیر ارادی، کار این چیه؟ بیایم با هم ببینیم. خب ببینید کاراشو اینجا نوشتم، توی شکلم قشنگ واضح شما میبینید. ببینید وقتی این رشته ها در تمام نقاط بدن پخش شده، در واقع یکی از کارهای بسیار مهمش این هستش که میاد تمام نقاط بدن رو به بخش مرکزی متصل میکنه. توی شکل کاملا شما دارید میبینید تمام نقاط بدن به بخش مرکزی وصل شده. قبول دارید؟ حالا اینجا نوشتم، شما بگید بچه ها بخش مرکزی چیا هستن؟ با خودتون مرور کنید، یاد بگیرید. بخش مرکزی گفتیم شامل مغز و نخاع. پس اینا رو بچه برای این نوشتم که شما هی با خودتون مرور کنید، همین الان درس رو بگیرید. پس اعصاب محیطی که در تمام نقاط بدن پخش شده، میاد تمام نقاط بدن رو به بخش مرکزی وصل میکنه. بخش مرکزی چیا بودن؟ یک مغز، دو نخاع. آفرین بر تو. خب کار دومش چیه؟ میاد حالا که پخش شده، منظورش چیه؟ هدفش چیه؟ پخش شدن تنها که به درد نمیخوره، چیکار میکنه؟ حالا که تو تمام بدن پخش شده، میاد پیام های حسی رو، همونه که گفتیم حس میکنیم، گرما رو، سرما رو، بو رو، تشنگی، گرسنگی، میاد این پیام های حسی رو از کجا جمع میکنه؟ از نقاط مختلف بدن. از نقاط مختلف بدن جمع میکنه و محیط که گفتیم، حالا چی از محیط بیرون که از داخل بدن، به کجا میبره؟ به بخش مرکزی. رئیسه کجاست بچه ها؟ رئیس بخش مرکزی است و میبره به بخش مرکزی. دوباره بچه ها بخش مرکزی چی بود؟ مغز و نخاع. دیگه اینو باید قشنگ و کامل دیگه یاد گرفته باشین که بخش مرکزی چیا هستن. خب حالا پیام های حسی رو میبره، از اون ور کی بیاره؟ خب خودش میاره، یعنی همین اعصاب محیطی میاره، درسته؟ میاره یعنی چی؟ یعنی میبره توی مغز و نخاع. مغز و نخاع میگه خب حالا که گرسنته برو غذا بخور، پاشو برو غذا بخور، حالا که تشنته پاشو برو آب بخور، نگو به مامانت وردا بیار، خودت برو آب بخور. این بچه ها این پیام های حرکتی، این پیام های حرکتی رو هم اعصاب محیطی میاره. اعصاب محیطی پیام های حرکتی رو از مغز دستورش رو میگیره، میبره به اندام ها، یعنی میبره میده به پای شما که شما ماهیچه های پاتون حرکت کنه، شما رو ببره به سمت آشپزخونه، در یخچال رو باز کنید و آب بنوشید. درست شد؟ خب پس یه جنبندی بکنیم بچه های گل سریع، بریم رو وار. ما گفتیم که دستگاه عصبی، البته اینجا دونه دونه اینا رو بعداً باز می‌کنیم. دستگاه عصبی دو تا بخش داره، بخش مرکزی این کرم رنگه که کارش چیه؟ مسئول کنترل فعالیت‌های ارادی و غیر ارادی بدن، همین الان یاد بگیر. و بخش محیطی اون آبی رنگا که در واقع اعصاب گسترش یافته در تمام نقاط بدن هست. درسته؟ مشکل ندارید؟ پس از لحاظ جایگاهش، مکانش، اینه که در تمام نقاط بدن پخش شدن. کارش چیه؟ گفتیم دیگه تمام نقاط بدن رو به بخش مرکزی وصل میکنه. بخش مرکزی چی بود؟ مغز و نخاع. دیگه اینقدر تکرار کردم این، فکر کنم قشنگ یاد گرفته باشید. و در واقع اینکه پخش شده چی کار میکنه؟ گفتیم پیام های حسی رو از درون و محیط اطراف میگیره، میبره به بخش مرکزی. خب تحویل اونجا میده که چی؟ که اونا دستور بدن. دستور رو چیکار میکنه؟ دستور رو میاره، میبره به اندام های حرکتی، میگه تشنته پاشو برو آب بخور، پات منقبض بشه پاشو برو آب بخور، نه اینکه بگی با زبونت بگی که مامان برای من آب بیار. شما اینکه حالا بستگی داره که شما چه نوع انسانی باشید، اندام در واقع دستورایی که مغز شما میده متفاوت خواهد بود. خب بریم بچه ها این شکل قشنگه رو با هم ببینیم. این از اون شکلایی که
در واقع توی فصل 4 خیلی خیلی باید هم یعنی همین الان به ذهنتون بسپرید و خیلی خیلی روش کار کنید که هیچ وقت ذهنتون پاک نشه. این شکل خیلی خوبی هست، در واقع مفهوم خیلی خوبی رو با این شکل شما انتقال میده. چی میگه؟ میگه اندام های حسی مثل چی؟ مثل چشم من، گوش من، زبون من، که در واقع احساس ها رو از اطراف میگیره، مزه رو، صدا رو، نور رو، این محرک ها رو میگیره. این اندام های حسی اثر محرک ها رو میگیره. محرک ها مختلف هم دیگه، تو اسلاید گفتیم محرک ها اثرش رو اندام های حسی میگیرن، بعد در واقع این اثر به صورت پیام حسی در میاد، به صورت پیام حسی در میاد و از طریق اعصاب محیطی که دیگه خیلی راجع بهش صحبت کردیم، گفتم اون رشته آبی ها که پخش شدن تو بدن، میره به کجا؟ میره به مراکز عصبی. مراکز عصبی چی بودن؟ دیگه واقعا باید اول یادت بمونه. مراکز عصبی شامل مغز، نخاع، درست شد؟ میبره اونجا، گفتم اونجا تجزیه تحلیل میکنه، دستور میده. حالا دستور رو باید یکی ببره، مغز و نخاع که از جای خودش حرکت نمیکنن، دستور رو کی میبره؟ دوباره اعصاب محیطی و در قالب پیام حرکتی میبره به اندام های حرکتی و اندام های حرکتی پاسخ میدن. درست شد بچه ها؟ لذت بردین از این شکل؟ خیلی شکل خوبیه واقعا. پس چی شد؟ بریم رو وال، فکر کنم اینجا بهتر میتونیم ببینیم. ببینید، پس ما گفتیم محرک ها اثر میذارن روی اندام های حسی، پیام حسی ایجاد میشه، پیام حسی از طریق اعصاب محیطی میره به مراکز عصبی، مراکز عصبی فکر میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، دستور میده، دستور در قالب پیام حرکتی از طریق اعصاب محیطی میره به اندام های حرکتی و اندام حرکتی پاسخ میده. دیدیم بچه ها چه داستان قشنگی تو بدن ما مدام اتفاق میفته؟ پس میبینید که اعصاب محیطی این وسط در واقع همون میانجی از همون که این وسط هی پیام میبره میاره. درست شد؟ خب این اسلاید هم بچه های چند تا جای خالی داره، در واقع این جای خالی ها رو هم باز به من کمک کنین که پر کنین. ما میخوایم تو این اسلاید وظایف دستگاه عصبی رو که دیگه تا الان قشنگ گفتیم و شما دیگه قشنگ باید بلد باشید اینجا مرور کنیم و در واقع مراحل اصلیش رو بگیم. بریم بچه ها. خب مرحله اول، ببینید مرحله اول دریافت اطلاعات، همونی که تو نموداره گفتم، اینی که بچه های تکرار میکنم چون قشنگ بود ملکه ذهنتون بشه دیگه، قشنگ بود اینا رو بلد باشین. تو مرحله اول اطلاعات دریافت میشه از کجا؟ گفتیم درون بدن، چون ما محرک درونی داریم، یا بیرون بدن، محرک بیرونی داریم. پس اطلاعات دریافت میشه در قالب همون پیام های حسی، میره به کجا؟ به بخش، بگید تفسیر اطلاعاتی که من اینجا نوشتم، چون ما اطلاعات دریافت کردیم، مرحله بعد تفسیر اطلاعات. تفسیر اطلاعات کجا انجام میشه؟ آفرین به بچه‌هایی که میگن در بخش مرکزی. فقط بچه‌ها بخش مرکزی ها، بخش مرکزی رئیس هست، اون تجزیه تحلیل میکنه، اون به ما میگه چیکار کنیم. پس میره بخش مرکزی، اونجا اطلاعات تفسیر میشه. حالا که تفسیر شد پاسخ داده میشه. جا خالی رو با من پر کنید. پاسخ مناسب از طرف بخش، بگید مرکزی، از طرف بخش مرکزی و از طریق بخش محیطی به محل یا اندام‌های خاصی از بدن ارسال می‌شود. درست شد بچه‌های گل؟ خب پس سه تا وظیفه اصلی دستگاه عصبی: یک، دریافت اطلاعات، دو، تفسیر اطلاعات، سه، پاسخی که از طرف بخش مرکزی صادر میشه، ولی چون مغز و نخاع خودشون حرکت نمیکنن کی این پاسخ رو انتقال میده بخش محیطی، میبره به اندام های بدن که اون اندام ها
پاسخ بدن، مثلا پای شما حرکت کنه، دست حرکت کنه، یا مثلا اگه یه چیزی به سمت شما داره میاد، مثلا فرض کنید یه حشره داره میاد به سمت صورت شما، یه زنبور داره میاد، شما ممکنه چشتون رو ببندید یا سرتون رو بگیرین اینور. پاسخ‌ها و عکس‌العمل‌های مناسبی که شما دارین به اون محرک میدید. درست شد بچه‌ها؟ خب ببینید، ما توی این صحبتامون هی گفتیم فعالیت در واقع پاسخ. این پاسخ بچه ها دو تا مدل کلی میتونه داشته باشه. این پاسخ میتونه ارادی باشه یا غیر ارادی باشه، که ما گفتیم بعضی ها حالا ممکنه بدونید ارادی غیر ارادی چیه، بعضی ممکنه ندونید، که الان کامل راجع بهش صحبت میکنه. پس پاسخی که ما میدیم ممکنه یه فعالیت ارادی باشه یا فعالیت غیر ارادی. خب بچه گل، من الان ازتون میخوام که به من بگید هر کدومیتون دو تا فعالیت مثال بزنید، یه دونه ارادی یه دونه غیر ارادی. میخوام ببینم اصلا در واقع برداشتتون از فعالیت ارادی و غیر ارادی چیه. لطفا همه تونم بنویسید، حتی اگر اشتباه هم بنویسید، حتی اگر شک هم دارین، برای من خیلی ارزشمنده. لطفا بنویسید یه دونه فعالیت ارادی یه دونه فعالیت غیر ارادی. منتظرم بچه ها. بله بریم ببینیم چی پاسخ دادید بچه گل. پاسخ ها بیاد بالا ببینیم چت رو با. خب مرکزی، محیطی، ارادی، خوردن غذا، آفرین آرام، صدف، فعالیت غیرارادی مثل پلک زدن، ریزش اشک، بسیار عالی، مرسی صدف، آرام، غیرارادی مثل پلک زدن، آفرین، کاربر، ارادی مثل بلند کردن دست، غیرارادی مثل ضربان قلب، بسیار عالی، مرسی. نظر دیگه، پاسخ دیگه هم داریم بالا؟ پاسخ دیگه هم داریم؟ خب کاربره عزیز که حالا با اسم کاربرم، بچه من ازتون خواهش میکنم اسماتونو بزنید، حداقل من شما کاربر صدا نزنم دیگه، یه خورده با هم دوست باشه. خب مرسی بچه هایی که پاسخ دادید. حالا بچه های دیگه لطفا پاسخ حتما بدید، من دوست دارم ببینم که اصلا راجع به این قضیه چی فکر میکنید. بله همونطور که دیدید، حالا آرام و صدف پاسخ داده بودم و اون کاربر عزیز، ما پاسخ های ارادی مثل بلند کردن دست، مثل خوردن غذا، مثل نوشتن، اینا در واقع فعالیت های ارادی هستن دیگه، با اون با اراده خودمون انجام میدیم، یه انسان سالم با اراده خودش انجام میده. و کارهای غیر ارادی مثل پلک زدن، مثل ریزش اشکی که حالا ما نخواهیم برای مظلوم نمایی حالا به زور اشک بریزیم و ارادی باشه، معمولا ریزش اشک به صورت ارادی انجام میشه. خب صفحه بعد. بله تو این شکل ببینید بچه گل، تو این شکل دارید میبینید اینه که دارن بازی قدیمی سنتی هفت سنگ رو دارن انجام میدن، داره مینویسه که اینا با فعالیت چیه، با خودتون مرور کنید
اینا فعالیت ارادی هست دیگه، دارن با اراده خودشون این بازی رو انجام میدن. یا اینا رو ببینید بچه ها، بچه رو پدر مادرش حالا احتمالا شکلک در آوردن و بچه داره میخنده، این آقای هو عدسش گرفته و عدسه میکنه، این احتمالا یه چیزی پریده تو گلوش و داره سرفه میکنه و این نوزاد حسابی خوابش میاد و احتمالا هم خیلی مقاومت میکنه که نخوابه اون چیزی که ما از نوزاد سراغ داریم. و اینجا هم شما میبینید که یه سری لواشک های ترش و خوشمزه و ملس که همین که ما اینو میبینیم ممکنه دهنمون آب بیفته. این ترشح بزاق و آب افتادن دهان در واقع یه عمل غیر ارادی هست. پس ما تو این شکل چی میبینیم؟ تو این اسلاید یه سری فعالیت های ارادی در بالا و یه سری فعالیت های غیر ارادی مثل خندیدن، عطسه کردن، سرفه کردن، خمیازه کشیدن و ترشح بزاق که همشون غیر ارادی هستن. خب پس ما میبینیم فعالیت های بدن ممکنه ارادی باشه یا غیر ارادی. خب اینجا یه جمع‌بندی بکنیم. ارادی مثل شوت کردن توپ، برداشتن مداد از رو زمین، نوشتن، تکان دادن دست، همین مثال خوبی که شما زدید. غیر ارادی مثل چی؟ عطسه، سرفه، پلک زدن، ریزش عصب، ضربان قلب، تنگ و گشاد شدن مردمک چشم. اینجا هم یه شکل رو میبینید، شاید برای خودتون اتفاق افتاده باشه، یه پسر بچه‌ای که رفته دکتر، از این چکش‌های سبکی که دکتر میزنه به در واقع زیر زانو تا عکس العمل زانو رو ببینه که در واقع در شرایطی که سالم باشه فرد پای پرشی به صورت ناخودآگاه به سمت بالا میکنه. ببین خودش هم بنده خود تعجب کرده، یعنی میگه که من به تو اجازه ندادم پای من که حرکت کنی ولی میبینه پاش حرکت کرده. این در واقع یه عمل غیر ارادی هست. خب اول بچه این گیفه رو ببینید، اینو ببینید. شاید تا حالا خودتون چک کرده باشین یا حالا نه به صورت اینکه بریم ببینید تو آینه، ولی این چیزی که میگم برای شما آشنا باشه. فرض کنید که توی یه اتاق تاریک هستید، یه اتاقی که حالا تاریکه، مثلا زیر زمین و اینا نور نداره، و بعد یهو شما وارد یه فضای پرنور میشید. ببینید این حالتی که مردمک درشته، اینو ببینید، وقتی که مردمک بزرگه زمانی هستش که شما تو اون اتاق تاریکی هستین، تو اون زیرزمینه هستین، مردمک حسابی باز شده تا بتونه نور زیاد رو وارد خودش بکنه و شما دارید تلاش میکنید که چیزای تو اون تاریکی رو ببینید، درسته؟ یعنی اون تلاشه رو که دیگه حتما باش آشنا هستین. بعد وارد یهو وارد حیات میشید، یه نور شدید وارد چشم شما میشه. بعضیتون ممکنه احساس دردم حتی کرده باشین. چرا؟ چون اون نور هجوم میاره وارد چشم شما بشه و چشم در واقع برای اینکه حالا خودش رو تطبیق بده و اینا، حالا یه سری انقباضای ماهیچه اینا داریم که چشم درد میگیره. اینجا هستش که سری این مردمک که حالا تو اون تاریکی باز بوده تنگ میشه. ببینید مردمک تو تاریکی باز و بعد تنگ میشه. چرا تنگ میشه؟ چون چشم میخواد از خودش محافظت کنه، درسته؟ نمیخواد، اجازه نمیده که نور زیادی واردش بشه، بنابراین مردمک رو جمع میکنه، اجازه نمیده نور زیادی واردش بشه و چون این نور زیاد به ساختار چشم آسیب میزنه، درست شد؟ خب ببینید بچه ها این مثال رو هم تا ابد یادتون باشه. در واقع کارهایی مثل این تنگ و گشاد شدن مردمک چشم که این ویژگی ها رو داره بسیار سریعه، بدون اراده. یعنی شما فکر نمی کنید خب حالا من رفتم توی این مردمک چشم من تنگ بشو، اصلا از شما اجازه ایم نمی گیره. پس بدون اراده است، بدون تفکره. و هدفش چیه؟ حفاظت از بدن، اینجا حفاظت از چشم، درست شد؟ به اینا بچه های گل به اینا میگن انعکاسی یا باستابی. پس ما چی؟ پس ما یه سری فعالیت های غیر ارادی داریم که این ویژگی ها رو داره، خیلی سریعه، بدون اراده و تفکره و هدفش هم حفاظت از بدنه. به این دسته از فعالیت های غیر ارادی میگن انعکاسی یا باستابی، درست شد؟ درست شد؟ خب پس یه دست از اونها انعکاسی یا باستابی هستن، فعالیت های غیر ارادی انعکاسی یا باستابی. آیا همه فعالیت های غیر ارادی انعکاسی و باستابی هستن؟ همشون این ویژگی ها رو دارن؟
مثلا همین الان که شما اونجا نشستید و دارید درس و گوش میدید، قطر رگ‌های بدن شما داره تغییر میکنه. آیا از شما اجازه میگیره؟ آیا این اتفاق سریع هست؟ آیا هدفش حفاظت از بدن هست؟ یا و در واقع در مواقع خاصی اتفاق میفته؟ چون شما ببینید اینجا تو این مردمکه ما از یه جای تاریک رفتیم اینجای روشن، درسته؟ این انعکاس در اون نور زیاد اتفاق افتاد، ولی تغییر قطر رگ‌های بدن یه اتفاقی که مدام تو بدن داره میفته، در لحظه خاص نیست، در عکس العمل به چیز خاصی نیست، و این فرایندهایی که همیشگی هست و متناسب با نیاز بدن هست و در واقع ما این ویژگی رو توش نمی‌بینیم که حالا مثلا بخواد از بدن حفاظت کنه. این عملکردهایی که غیر ارادی هستن، همیشگی هستن و متناسب با نیاز بدن هستن، فعالیت‌های غیر ارادی هستن که در دسته فعالیت‌های غیر ارادی غیر انعکاسی قرار می‌گیره. پس می‌خوام اینو بگم، پاسخ‌های ما ممکنه یه فعالیت ارادی باشه، ممکنه یه فعالیت غیر ارادی باشه. حالا همون فعالیت غیر ارادی خودش میتونه یک انعکاسی یا باستابی باشه، یک عکس العمل سریع به یه محرک، درسته؟ خیلی سریع بدون تفکر و برای حفاظت از بدن. یا ممکنه غیر انعکاسی باشه که لزومی نداره خیلی سریع اتفاق بیفته، بلکه همیشگی هست، سرعت خیلی بالایی نداره و در واقع متناسب با نیاز بدن هست. درست شد بچه ها؟ این از فعالیت‌های غیر ارادی. حالا بریم یه زنگ تفریح کوچولو. خب چقدر هم دکتره اخمو ناراحته، داره چیکار میکنه بچه ها؟ این وایسین بهتره. ببینید داره همون آزمایش ها رو این ستا خرس انجام میده، چکشش رو برداشته میزنه به زانوشون. عکس العملی که بند خود توقع داره چیه؟ یعنی بی خودی ناراحت نیست، یعنی تعجب کرده به خاطر اینکه عکس العملی که توقع داریم که پا حرکت کنه دیگه. میبینید که تنها قسمتی هم که حرکت نمیکنه همون اندام مرتبط هست. خب این از این عمل فعالیت غیر ارادی انعکاسی. موافق بچه بریم این تست بزنیم؟ همه شرکت کنید و همه شرکت کنید، چون من میخوام ببینم که در واقع چه پاسخی رو میخواییم به ما بدین. 30 ثانیه وقت، خوبه؟ بریم. بله خب بریم ببینیم بچه پاسخ ها رو. بله گزینه 4 که همه این موارد بود، تقریبا 88% کلاس
هوشیار، صدف، آرام، کاربر، مریم و کاربر. مرسی از بچه هایی که اسمشون نوشتن، صدف، آرام و مریم و کوشیار. کاربر هم لطفا اسمشون عوض کنم، ممنون میشم. خب بعضی هم که گزینه یک رو زدن، کسرا. به حال مرسی کسرا که مشارکت کردی، ممنونم. خب ببینیم بچه گل، مشخصه اعمال انعکاسی گفتیم ویژگی هاشو دیگه. اول اینکه خب معلومه یه فعالیت غیر ارادیه، این که اصلا توش بحثی نیست، خیلی سریع اتفاق میفته، در موردش ما فکر نمی کنیم، بدون ارادم اتفاق میفته و گفتیم برای حفاظت از بدن. پس چی میشه جواب هر سه مورد؟ مرسی از بچه هایی که پاسخ دادید. خب بریم تست بعدی رو بزنیم بچه ها. بریم سریع، تست ها خیلی راحته. خب بریم جواب رو ببینیم. گزینه 4 سینا، کوشیار، کاربر، کاربر، مهیار. به به اسم جدید میبینم، سینا و مهیار، مرسی پاسخ دادین. بله مریم، مرسی. خب گزینه 1، گزینه 1 صدف، ممنون از مشارکتت. گزینه 3 اسرا، بله مرسی که مشارکت کردین، اسم جدید دیدم، مرسی اسرا. خب چی گفته بچه‌ها؟ گفته که کدام مورد یک محرک بیرونی نیست؟ یه محرک بیرونی نیست. بو، ما از بو رو از داخل بدنمون استشمام نمی‌کنیم دیگه، از خارج بدن. پس ما بوی محرک بیرونیه. سرما، ما در واقع محیط وقتی سرد باشه ما احساس سرما می‌کنیم. نور، بله نورم یه محرک بیرونیه. تشنگی، در واقع ما تشنگی رو در درون بدن احساس میکنیم، بنابراین تشنگی یه محرک بیرونی نیست. به هر حال ممنون از اونایی که گزینه 4 رو زدید و ممنون از اونایی که مشارکت کردید. خب تست بعدی، حالا با توجه به اینکه یه خورده امروز تأخیر هست، اینجوری خیلی وقتی کلاس میره این تست رو همطوری آنلاین بزنیم بچه ها، ولی من خواهش میکنم که الان توی خونه، من همطوری حالا بهتون دیگه زمان نمیدم که بخواد بیاد رو نمودار و اینا، ولی یه چند ثانیه مکس میکنم شما پاسخ رو برای خودتون بزنید. تست 3 ببینید،
گفته که کدام مورد از وظایف دستگاه عصبی نیست. به این نیستا خیلی دقت کنیم. من معمولا حالا اگه قرار باشه نیست باشه، نمیتواند باشه و اینا، زیرش خط میکشم. گفته که حرکت دادن اندام ها، صدور فرمان به ماهیچه، ذخیره اطلاعات، احساس درد. کدومی که در واقع از وظایف دستگاه عصبی نیست؟ بله. خب چی شد بچه ها؟ صدور فرمان به ماهیچه، اصلا این که معلومه جز وظایف دستگاه عصبی اصلا حرفی توش نیست. ذخیره اطلاعات، بله ما اطلاعات توی مغزمون ذخیره میشه، همین چیزایی که تو حافظه ما هست، اینه که بحثی سرش نیست. احساس درد، خب ما گفتیم دیگه پیام های حسی رو ما از محیط دریافت میکنیم، احساس دردم خودش یه حس خاصیه. حرکت دادن اندام ها هست یا نه؟ خب حرکت دادن اندام ها، ببینید ما گفتیم که اعصاب محیطی از مغز دستور میگیره، میبره به دست و پا، میگه حرکت کن، درسته؟ ولی اون که حرکت میکنه کیه؟ دست پا، یعنی ماهیچه ها به همراه اسکلت حرکت رو انجام میدادن. پس حرکت دادن اندام ها در واقع کار دستگاه حرکتی هست و به صورت مستقیم ربطی به دستگاه عصبی نداره. بنابراین اونایی که گزینه یک رو زدن درست زدن، آفرین به شما. پس گزینه دو، سه و چهار در حیطه وظایف دستگاه عصبی هست. خب قسمت بعدی درس و بچه ها من یه ورود میکنم، حالا با توجه به وقتی که داریم من یه ورود به یاخته های بافت عصبی میکنم و بعد انشالله بقیهش میمونه برای جلسه بعد. یاخته های بافت عصبی، ببینید بچه ها لطفا این صفحه مشکی به من میدید. من یه یادآوری از پایه هفتم بکنم. ما توی پایه هفتم چی گفتیم؟ گفتیم کوچکترین واحد ساختار و عمل در موجودات زنده چیه؟ سلول یا یاخته، درسته؟ توی فصل یازده هفتم داشتید. نگه این رنگ فکر می‌کنم بهتر باشه. پس ما سلول رو گفتیم واحد ساختار عمل کرد در بدن همه موجودات زنده، از اون باکتری که خیلی ساده است گرفته تا من و تویی که موجودات عالی هستیم. حالا گفتیم این سلول ها تو همون فصل 11 خوندیم ممکنه بیان در بدن خیلی از جانداران که ما بهشون میگیم پر سلولی، بیان کنار هم قرار بگیرن، این سلول کنار هم قرار بگیرن و چی رو به وجود بیارن؟ آفرین به بچه‌ای که میگن بافت، درست شد؟ پس وقتی ما میگیم اسم بافت رو میاریم یعنی یه تعداد سلولی که هم شکلن هم کارن، یعنی از لحاظ کار یکسانی رو انجام میدن، بافت به وجود میاد. که بقیه داستان ادامه داشتی، یکی گفتیم بافت ها کنار هم اندام رو به وجود میارن، اندام ها کنار هم دستگاه رو به وجود میارن و همه دستگاه دست به دست هم میدن من و تو رو به وجود میارن، درست شد؟ بریم رو پاور. خب اینو برای چی گفتم بچه های گل؟ اینو برای این گفتم که شما وقتی کلمه بافت رو اینجا میبینید دقیقا بدونید ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. بافت عصبی یعنی یه سری سلول هایی که هم شکلن و هم کارن. خب حالا بیایم ببینیم که بافت عصبی ما از چه سلول هایی تشکیل شده. دوباره بچه ها تاکید میکنم شکل رو حسابی به ذهنتون بسپرید. ببینید چه شکل قشنگی؟ ببینید در واقع یه سلول این مدلی دارین و یه سلول اینجوری، یعنی شما تو این شکل دو نوع سلول میبینید، موافقی؟ دو نوع سلول دارید میبینید. بافت عصبی ما هم بچه ها دو نوع سلول داره، رو تعدادش صحبت نمی کنم، تعدادش که خیلی زیاده، انواعش دو نوعه. این سلولی که اینقدر سلولی که بزرگتره و در واقع اینقدر انشعاب و اینا داره بچه ها بهش میگن یاخته عصبی یا نورون، یاخته عصبی یا نورون. و این سلولی که اینقدر فداکاره، اینقدر مهربونه، اینو گرفته و داره حمایتش میکنه بهش میگن یاخته پشتیبان یا نوروگلیا، نوروگلیا. پس این شد نورون یا یاخته عصبی، سلول عصبی. اینو بهش میگن یاخته پشتیبان، سلول پشتیبان یا نوروگلیا. این اسم نورون و نوروگلیا رو اینا ازتون نمیخوام، این از اونایی که گفتم گذاشتم که شما حالا توی اون پسامین ذهنتون داشته باشید، از یک کیفیت بالاتر آموزش برخوردار باشید. خب
حالا این دوتا رو بچه تو این اسلاید من مقایسه کردم. بریم ببینیم. ببینه چرا بهش میگن یاختگی عصبی، به این میگن پشتیبان. از رو همین اسمش بچه های گل ما باید متوجه بشیم که اینا هر کدومش کیان و چه کاری انجام میدن. وقتی ما به این میگیم یاختگی عصبی، که در واقع من اینجا بر شما رو بذارم، وقتی ما به این میگیم یاختگی عصبی، یعنی در واقع اون کاری که ما از دستگاه عصبی توقع داریم که حالا دریافت کنه، تجزیه تحلیل کنه، پاسخ رو صادر کنه، همش زیر سر اینه، همش زیر سر این نورون هاست. بنابراین ما میگیم نورون ها یاخته های اصلی مراکز عصبی هستن. درست شد؟ خب حالا این بنده خداها اصلی نیستن، اهمیتی ندارن. چرا؟ خیلی هم اهمیت دارن، ولی خب اون کار اصلی دستگاه عصبی رو انجام نمیدن. در حالی که بچه دقت کنید، تعداد این شماره دعا که همون نوروگلیه ها یا یاخته های پشتیبان هستن، تعدادشون از اینا بیشترن. میبینید خدا چجور گذاشته؟ یعنی این یاخته ها که این نورون ها که اینقدر مهمه، من کارشون اینقدر مهمه، کلی پشتیبان براشون گذاشته، پشتیباناشون از خودشون بیشترن. این از این. خب حالا بریم بقیه ویژگی ها رو. ما میگیم یاخته های عصبی یا نورون ها، من حالا چون اسم نورون خیلی دوست دارم هی از اون استفاده میکنم، یاخته عصبی یا نورون ها یاخته های اصلیه. یعنی چی اصلیه؟ نه اینکه اون اهمیت نداره، یعنی که کار دستگاه عصبی رو در واقع رو دوش این یاخته هاست. کار دستگاه اون کار اصلیه چیه؟ ما گفتیم که نور میخوره روی دست من، نور محیط میخوره روی پوست دست من، من احساس سوزش میکنم روی دستم، روی پوست دستم. چیکار میکنم؟ جامو عوض میکنم تا از شر اون نور شدیده خلاص بشم. بنابراین نور که همون محرکه هست میخوره، این که من احساس سوزش میکنم و جامو عوض میکنم به خاطر اینکه این نورون ها توی دست من تحریک شدن. پس این نورون ها هستن که قابلیت تحریک پذیری دارن. وقتی که تحریک میشن، در اثر این تحریک شدن پیام ایجاد میشه. پس ببینید، تحریک میشن، پیام ایجاد میشه. فقط تحریک شدن ایجاد پیام که کافی نیست، این پیام باید بره به بخش مرکزی. پس پیام هدایت میشه و منتقل میشه به بخش مرکزی. پس مرور کنیم بچه گل، یاخته های اصلی بافت عصبی چی هستن؟ نورون ها یا یاخته های عصبی. اینا در واقع یاخته اصلی هستن، چون کار دستگاه عصبی رو انجام میدن. چه کاری انجام میدن؟ تحریک میشن. وقتی محرک بهشون برخورد میکنه تحریک میشن و در اثر تحریک شدن پیام عصبی ایجاد میشه، تولید میشه و بعد این پیام عصبی هدایت میشه، انتقال داده میشه به بخش مرکزی. درست شد؟ از اون برام خب دوباره هدایت میشه، منتقل میشه به اندام های حرکتی تو ما پاسخ بدیم. قشنگ فهمیدیم بچه‌ها نورون ها اون سلول قشنگ ها اون سلول مهم ها چی کارن؟ خب در مقابل یاخته های پشتیبان یا نوروگلیا ها گفتیم فراوان ترینن، در این اینکه این کار اصلی، اون کار ایجاد پیام و انتقال پیام انجام نمیدن. اینجا گفته دیگه فاقد فعالیت عصبی هن. چه خوشگلم شد. در واقع متفاوت شد که قشنگ شما تو ذهنتون بسپارید که بچه ها سلول پشتیبان فعالیت عصبی ندارن. پس کارش چیه؟ اصلا به درد چی میخوره؟ از شکل مشخصه دیگه بچه ها، همچین دو دستی اینو چسبیده، کار ترمیم، تغذیه و پشتیبانی میکنه از یاخته های عصبی. دستش درد نکنه، واقعا کار بسیار مهمی رو داره انجام میده. پس یاخته های پشتیبان فراوان‌ترین یاخته ها هستن، فاقد فعالیت عصبی هن و ترمیم، تغذیه، پشتیبانی یاخته های عصبی رو انجام میدن. درست شد؟ خب بچه های گل، همین ورودی که کردیم به یاخته های بافت عصبی تا اینجا کافیه. امیدوارم درس رو مرور کنید، قشنگ اینا براتون جا بیفته. چون بچه های گل، این چیزایی که امروز درس دادیم یه مقدمه خیلی مهمی هست برای ادامه قسمت‌های بعدی. میسپرمتون به خدای مهربون. واقعا خوشحال بودم که با هم هستیم و لذت بردم از اینکه تو کلاس مشارکت کردین و امیدوارم که روزهای بعد مشارکت‌ها بیشتر باشه. خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.